صفحه اگه زودتر بیاد. خب صفحه 53 کتاب رو با هم دیگه رفتیم جلو، صفحه 54 رو رفتیم جلو، صفحه 50 رو هم به همین ترتیب قرار شد که شما کار کلاس پایین سفر رو انجام بدین. آیه دو مربع زیر متشابهن، اندازه ضلع و زاویه هر کدام رو بنویسید، چرا بده بین ضلع و زاویه دو شکل وجود دارد، و جواب سوال آخر که ما این جوابش رو دادیم، آیا دو مربع زیر متشابه هستن؟ که بله، این ضلعش دوه، این ضلعش چهاره، یا همه زاویه‌هاش 90 درجه، یا همه زاویه‌هاش 90 درجه. بنابراین شما در دایره مربع می‌بینید که زاویه‌ها تغییری نکردن، اما ضلع میتونه به این نسبتی تغییر باشه. اگه این اتفاق برای دو تا شکل افتاده باشه که نسبت اجزای متناظرشون، نسبت ضلعای متناظرشون تغییری داشته باشه به یک اندازه، اون دو تا شکل هم متشابهن و زاویه‌شون باید با هم دیگه برابر باشه. پس دو تا ویژگی داشت دیگه، شکل‌های متشابه دو تا ویژگی باید داشت می‌داشتن. یک، این بالا گفتیم، یک، دو تا چندضلعی همه ضلعشون به یک نسبت تغییر کرده باشن، حالا یا بزرگ یا کوچیک شده باشن یا حتی تغییری نکرده باشن، این دو تا شکل هم نشستن متشابه هستن، اما برعکسش درست نیست لزوما. یعنی دو تا شکل متشابه لزوما همش نیستن، کامل رو هم قرار نمیدن، ولی اندازه زاویه نباید تغییر کنه برای اینکه دو شکل هم متشابه باشن. از مستطیل های زیر کدام با هم متشابه هن؟ چرا؟ خب بیایم نگاه کنیم مستطیل های زیر رو. این زلش بچه ها عرض شاهد طولش دوه، این هم دوه، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، این طولش هشته، این زلش هشته، این زلش چهاره، این هم بنویسم یک و چهار. خب نگاه کنیم بچه ها، عرض این شکل اول و دوم در نظر بگیرید، عرضش دو، این هم دوه، پس عرضش تغییر نکرده، طولش این هشت، این چهاره، پس طولش دو برابر شده. آیا نسبت هشت به چهار با نسبت دو به دو برابره؟ خب خیر، پس این دو تا شکل با هم دیگه متشابه نیستن. بیایم دو تا شکل یک با سه رو در نظر بگیریم. یک با سه عرضش دو به یکه، طولش هشت به چهاره، آیا این دو تا شکل با هم دیگه متشابه هست؟ بله، نسبتشون شده دو، پس این دو تا با هم دیگه متشابه هست. شکل دو و سه رو در نظر بگیریم، عرضش دو برابره، طولش یک سانه، آیا دو شکل با هم متشابه هستند؟ خیر. آقا در مورد شکل‌های متشابه یک نکته، همینجا این نکته رو هم اشاره می‌کنم به شما، می‌خواید توی جزئیات توی بحث بعد یک واسطه آفرین های هدایتی عالی. خب همینجا اشاره می‌کنم بهتون بچه‌ها، یک نکته می‌تونید بنویسید داخل کتاب دفتر توی جزئیاتتون، بنویسید که تحدی در شکل‌های متشابه برقرار است، ویژگی تحدی در شکل‌های متشابه برقرار. آقا من نمی‌دونم ویژگی تحدی منظور چیه، خب بهتون هم میدم اگه کسی ندونه اینجا چی میشه. منظور اینه تحدی یعنی اینکه اگر که یک با دو در ارتباط بود، مثلا یک با دو متشابه بود، دو با سه متشابه باشه، حتما میدونی نتیجه میدید که یک با سه متشابه است. مثل قد آدم ها، اگر که اینجا محمد حسین هدایتی از یکی دیگه از بچه ها، مثلا کی رو بگیم؟ محمد حسین هدایتی از یک نفر بگه که
محمد حسین هدایتی از آرمان بلندتره یا کوتاهتره؟ آرمان بلندتره یا محمد حسین هدایتی؟ نه نسبت بگیریم بچه. آرمان و امیرحسین کدومشون بلندترن؟ خب امیرحسین هدایتی از آرمان بلندتره. آرمان از یوسف بلندتر یا کوتاهتره؟ آرمان رابطش با یوسف چیه؟ امیدوارم کوتاهتر باشه. خب آرمان، خب میگه آرمان میگه بلندتره. حالا فرض میکنیم که بتونیم با توجه به این که یه ذره شک و شبه به وجود اومد، باید الان اینجا بودیم که اندازه قدتون رو میگرفتیم، فکر کنیم که امیرحسین، حالا یه امیرحسین خیالی، امیرحسین از آرمان بلندتره، بلندتر از آرمان، آرمان از حسین بلندتره، آرمان هم شما میدونید از حسین بلندتره. اون وقت میتونید آیا نتیجه بگیرید که امیرحسین از حسین بلندتره؟ بله میشه نتیجه بگیرید که امیرحسین از حسین بلندتره. بنابراین تشابه هم همینه بچه ها. اگه میگفتیم شکل اول با شکل دوم تشابه داره، شکل دوم با شکل سوم متشابه است، میتونستیم نتیجه بگیرید که شکل اول با شکل سوم هم متشابه است، اون رابطه رو داره. مثلا اگر شکل اول، اول اینجا فهمیدی شکل اول و شکل سوم متشابه است، شکل اول و شکل دوم هم متشابه نبود، پس قطعاً یه لازم نیست شکل دوم و سوم رو با هم دیگه بررسی کنیم. به راحتی میتونی نشه بگیری که شکل دوم و سوم متشابه نیست. شکل اول با سوم متشابه شد، شکل اول با دوم هم متشابه نبود. شکل دوم و سوم واسه قطعا متشابه نیستن، چون اگه متشابه میشدن اول با سوم، سوم با دوم، پس اول با دوم هم متشابه میشد. این میشه که دلیل برای این گفتن که تشابه برقراره، یعنی شما اگه اولی با دومی، دومی با سومی در رابطه باشن، یه رابطه رو داشته باشن، میتونیم نشون بگیم که اولی با سومی هم همون رابطه رو داره. خب این از این سوال، بریم سراغ فعالیت پایین صفحه. خب من راجع به مثلثای متشابه برای شما صحبت کردم، درسته؟ راجع به مثلثای متشابه براتون توضیح دارم دیگه، نوشتم جزوهتون براتون جزوه، درست؟ اگه یکی از بچه‌ها به من بگه که درسته یا نه. یکی از بچه‌ها به من بگه که راجبه مثلث متشابه بهش توضیح دادم دیگه، درسته؟ یه بگه بله، اگر نه که بگه نه. چیزی که یادم، آها اوکی گفتم. خب خب حالا تو این دو تا شکل دستو دقت کنید، مثلث ها میخوام بگم متشابه هم. برای اینکه تشابه داشته باشن، اول اینکه زاویه هاشون رو پیدا کنید که کدوم زاویه ها با هم دیگه متناظرن. زاویه آ با زاویه F تو اینجا متناظره. بعد گفته که تو اینجا این دو مثلث متشابه هست، پس باید نسبت تشابه اعضاشون پیدا کنیم. خب کدوم ضلع و کدوم ضلع متشابه به نظر میسید نسبتشون با هم دیگه برابرن؟ 8 به 4، 6 به 3 و 10 به 5، اینا همشون نسبتشون میشه 2. بنابراین بچه نظم رو رعایت کنید تو این نوشتنتون، آ ب س متشابه از مثلث اول، آ با کدوم رأس از مثلث دوم متناظره؟ بچه ها F نشون دادم بهتون. B با کدوم رأس؟ B رو دقت کنید، B ببینید کدوم دو ضلع مخصول شده، 6 و 10، این و بعد 6 متناظرش 3 بود، 10 هم 5 بود، پس نقطه چون میشه E با B. بنابراین وقتی B میبینید جوری میسید B E وسطش، C
هم با دی. بنابراین درسته اگه می‌نوشتید دی اف آیا غلط بود؟ نه و غلط نبود، ولی وقتی اینجوری بنویسی خیلی خوشگل در میاد، کار راحت‌تر میشه موقع نوشتن. چرا چجوری راحت‌تر میشه؟ نگاه کنیم بچه‌ها، دو تا حرف اول نگاه کنیم، آب خودش زده به روی دو تا حرف همین اول از مثلث دوم اف ای مساوی میشه با دو تا حرف دوم بی سی به روی ای دی. نگاه کنید من دو تا حرف دوم گرفتم، اینجا دو تا حرف دوم. حالا حرف اول با سوم آ سه، حرف اول با سوم مثلث دوم اف دی، اینا راحت میتونیم بنویسیم دیگه، نیازی نیست به شکل نگاه کنیم اگر درست رأسای متنازع رو پیدا کرده باشیم. حالا آب چند بود بچه ها؟ آب بود 6، پس من میتونم درش رو نیستم 6. اف ای چند بود؟ اف ای 3. بی سی شده 10. ای دی 5. بالا پایین میشه. اون یکیش هم باید بنویسید 8 و 4. برجاده میشه بنویسید 8 و 4. بالا هم دو نوشتم. خب اینم از این فعالیت که اینجا نوشتیم. به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه نسبت تشابه میگن. اینو حتما یادداشت کنید یا حداقل یه هایلایت بکنید. به نسبت دو ضلع متناظر در دو شکل متشابه نسبت، یعنی نسبت تشابه دو تا مثلث بالایی چنده؟ دوه یا یک دوم. اگه برعکس بنویسیم می‌نویسیم 4 به روی 8، 3 به روی 6 یا 5 به روی 10 میشد یک دوم، یا دو یا یک دوم هیچ فرقی نمی‌کنه چون برعکس هم میگن، معکوس هم میگن. من متوجه میشم شما منظورتون برعکس شده، پس نسبت تشابه دوه یا یک دوم تو اینجا. خب میگه با توجه به مربع صفحه بعد مربع دیگری رسم کنید به گونه ای که نسبت تشابه دو مربع یک دوم باشد. این سوال چند تا پاسخ داره؟ چرا؟ دقت کنید بچه ها، یه 30 ثانیه فرصت دارید که فکر کنید، بعد من ازتون تو این 30 ثانیه هم میتونید فقط به هم بگید که چند تا پاسخ داره، همین هم بگید که من بفهمم. نمره مستمرتون هم لحاظ میشه اگه جواب درست بدین. زمانی که از در واقع این جلسه گذاشتیم که مشارکتتون بیشتر باشه و اگر بتونید خوب مشارکت کنید جواب درست بدید، نمره مستمرتون بیشتر هم میشه. خب ببینم که کسی جوابی داده یا نه. دوتا سه تا. چرا آیه رسومی سه تا؟ همه همجور میگن دو دیگه. یکی سینا میگه یه دونه. خوبه. خب دو درسته، جواب دو درسته. چرا جواب دو درسته؟ میگه یک دوم باشه، نگفته کوچیک‌تر یا بزرگتر باشه، که اگه بخوایم یک دو از کنی این زنه شنده آقا دو این زلش دوه. حالا یه مربع اگر یک در یک در نظر بگیریم اون وقت نسبت این دوتا میشه
یک دوم نسبت این دو تا یک دومه. حالا یه مربع دیگه از نظر این 4 در 4 این مربع چهار در چهار هم نسبتش با این مربع دو در دو یک دومه. بنابراین دو مسلط دو تا مربع خاص میشه کشید، یکی بزرگتر دو برابر این مربع قرمزه، یکی نصف این مربع قرمزه کوچکتر. خب میگه در صفحه مختصات نقاط زیر را پیدا کنید. بذاری من نقاط زیر را پیدا کنم. س آ یک و ایکسش یکه، ایگش دوه، این میشه آ. بیمون یک و صفر، این میشه بی. سیمون هم سه و صفر، این هم میشه سی. مثلث مثلث آبی به بیم سپیون به دست بیاریم، دو و سه اینجا، سه و شیش، سه و شیش اینجا و این به هست، سی هم سپیون به بیم هست، سپیون هم هفت و دو. طول ضلع های دو مثلث رو بنویسید و تشابه آنها رو بررسی کنید. در صورت متشابه بودن نسبت تشابه رو بنویسید. خب طول ضلع AB چقدر از مثلث اول؟ AB 2 BC 2 AC بچه‌ها چقدره؟ دو رادیکال دو. چیزی به دست آورده ها؟ این مثلث قائم الزاویه است، دو تا ضلع قائم الوجه همتون دو هست، پس بغلش میشه دو به تبع دو بر دو به تبع دو میشه هشت، رادیکال هشت میشه دو رادیکال دو. بریم سراغ آپین به فیلم. شما آپین به فیلم رو میخواید به دست بیارید. آپین به فیلم میشه زلش میشه چهار. بچه ها بلدید که طول زل، طول در واقع زل مثلا آپریم بفتیم چجوری به دست آوردیم؟ کسی اگه بلد نیستین همتون، یعنی کسی یعنی یاد نگرفتیم، اشاره کنید که من بهتون بگم. چرا کجا رو اشتباه گذاشتم؟ خب اشتباه بکنیم کنم رو داشته باشم یه دور دیگه همه چک میکنم. آها دو و سه و سه و دو بله اینجا رو اشتباه میکنم بس میکنم. دو و سه اینجا سه و دو سه و شیش هفت و دو
پس آفیمتریم شد 4، آفریم سپریم شد 4 و پپریم سپریم میشه 4 توان دو، بله 4 توان دو میشه 32 در واقع 4 رادیکال 2. حالا نگاه کنیم بچه ها، به من بگیم کدوم در واقع من اگه بنویسم آ به 3 از مثلث اول متشابه است با کدوم آ با کدوم رسم متناظره؟ حالا دقت کنید، بله بتوین ب میشه آفریم، 3 هم میشه سپریم. بنابراین الان باید آب به روی بتوین آفریم، آسه به روی بتوین سپریم و به 3 به روی آفریم سپریم برابر باشن، که در واقع آبه چاه دوه بچه ها به روی بپریم آفریم یا آفریم بپریم 4 دو چهارو. بعدی آسه دو رادیکال دوه به روی بپریم سپریم که 4 رادیکال دوه، و آخری هم که 4 به روی 2. بنابراین جواب میشه در واقع نسبت تشابه این دو تا مثلث با هم دیگه متشابه، نسبت تشابهشون هم میشه 2، نسبت تشابهشون 2. نسبه تشابه رو اینجوری نمیستم، نسبه تشابه برابر با دو یا یک دومه برای نمیکنه. خب بریم سراغ تمرین. تمرین رو میذاریم به عنوان فعالیت شما داخل منزل. و برای من بفرستید. جلسه بعد انشاءالله حل میکنیم که میخواییم بریم الان قسمت بعدی. پس تمرین صفحه 57 و 58 کتاب، این 8 سوال 50 و 58 کتاب فعلا به عنوان تمرین برای شما که خونه حل کنید و برای من بفرستید. و من یه قسمتی اگر زمان داشته باشیم ببینم کلاستون ساعت چند شروع شد. کلاستون ساعت چند شروع شد؟ دو خب زمان خوب داریم، زمان خوبی داریم، میتونیم من بهتون مطالب زیادی رو. خب چون تشابه به تو مثلث بهتون گفتم، میخوام اینجا یه قضیه رو مطرح کنم به عنوان قضیه تالس. قضیه تالس و
مسئله مثلث. بچه قضیه تالس چی میگه؟ میگه اگر شما یه مثلث داشته باشید، وقتی می نویسم الان فعلا توجه کنید، یه مثلث داشته باشید به نام A B C. خب تا اینجا درست؟ یه مثلث A B C دارید، یه پارخط بچه ها هست کنید توی مثلث، یعنی دو تا نقطه توی دو تا رد توی دو زل مثلث در نظر بگیرید به نام D و E، به طوری که این پارخط که رسم می‌کنیم با ضلع سوم مثلث چی باشه آقا؟ موازی باشه. پس چی شد؟ من الان یه مثلث هم، یه مثلث دلخواه. یه مثلث دلخواه رسم کردن. زل دی ای که رسم کردم اینجا من یک سری نسبت های پارخط به این مثلث دارم، مثلا آده، مثلا آئی، مثلا بده، ایسه، اینا نسبت هایی هستن که تو مثلث داریم میبینیم. اینجا نگاه کنید، چشمان این رو بروش بکنم، اینجا 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 شما میبینید که من اومدم یه نسبت بندی ها رو مثلث من تبدیل شده به چند تا قسمت، چهار تا قسمت. اینا یه رابطه با هم دیگه دارن. چی اون رابطه؟ اینه قضیه تالس میگه آده به روی دب برابر با آی به روی ای سه. پس قضیه تالس رو یه لحظه دقت بکنید بچه ها تا من به صورت فارسی و ریاضی ترکیبی با هم یارتون بنویسم که کاملا متوجه بشید. در یک مثلث خطی دو ضلع مثلث را، این خطه یا پاره خطه، به گونه ای قطع کند که با ضلع سوم، مثلا اینجا بی سه ضلع سومه، این دو ضلع درگیر شدن با این خطه، دو تا نقطه تقاطع دارن، ضلع بی سی میشه ضلع سوم، موازی باشد آنگاه نسبت پارخط های ایجاد شده روی آن گزه برابر است. آقا
خط آخر رو نفهمیدیم چی میگی. تا اینجاش فهمیدیم که خب یه مثلث داریم، یه خط داریم یا یه پاراخط داریم، دو دو زد مثلث رو اومده خط کرده. یه مثلث داریم، خب تا اینجا اوکی. آ به سه یه پاراخط یه خط داریم، اومده زد سه، اومده جوری دو تا زد رو قطع کرده. حالا اینو گذاشتم ام و ان، جوری قطع کرده که با زد سوم موازیه. یعنی شما میتونی از لحاظ ریاضی بنویسی ام ان موازیه با ب سه هست. اون وقت پاراخط ایجاد شده کدومان بچه‌ها؟ پاراخط ایجاد شده آ ام به روی ام بی که برابره با آن به روی ام سی. این میشه قضیه تالس. حالا یه چیز جذاب تا شما یا میدونیسی یه چیز جذاب رو من بگم، بعد شروع کنم به این که راجع به اون صحبت بکنم. بچه ها دقت بکنید، من وقتی تشابه دوتا مثلث رو که به شما گفتم میشه فهمی که این دوتا مثلث کوچیکه و بزرگه با هم دیگه متشابه هم. کدوم دوتا مثلث کوچیکه و بزرگه؟ آ بزرگش داری صحبت میکنی، مثلث آ ام ان با مثلث آ بی سی. خب حالت های تشابه دوتا مثلث رو بهتون گفتم بچه ها. حالت های تشابه دوتا مثلث یعنی از کجا بفهمیم؟ اصلا ما رابطه داشتیم میگفتیم که اگر دوتا مثلث به حالت دو ضلع و زاویه بین با یه مثلث دیگه ای برابر باشه هم نهشتن، یا به حالت سه ضلع دوتا مثلث میتونیم پیدا کنیم هم نهشتن، یا به حالت دو زاویه و ضلع بین. حالا تشابه مثلث ها رو الان میبرم بالا. حالا تشابه مثلث ها رو حالتاشو بهتون گفتم چجوری میشه فهمید دو تا مثلث در چه حالتایی با هم دیگه متشابهن. آیا بگید آره یا نه؟ نه. خب اینو بردم بالا. بچه ها اینو تو سال دهم هم بچه های تجربی میخونن هم بچه هایی که میخوان ریاضی بخونن اینو میخونن. خاطر همین توی فصل دوم شما بهتون گفتم ریاضی تو هندسه دهم فصل دوم تشابه مثلث ها رو داریم. تو تشابه یه بخش اعظمش بعد مواد تالسه. سوالای خیلی خوبی از این موضوع توی کنکور تا به امروز حداقل مطرح شده. حالا اینکه چه اتفاقایی دو سال آینده بیفته، ولی خب چون یکی از معروفین مثلا قضیه فیثاغورس، قضیه تالس، تشابه و همنهشتی و سری از مفاهیم خیلی مطرح و معروف تو دنیا هستن و نه فقط ایران که کل دنیا اینا رو میگن، دو سالای پایین رو بهشون میپردازن. شما هر کتابی که کتاب درسی بچه های فرانسه رو مثلا من نگاه کرده بودم، یه کتاب دیده بودم کنم بچه های آمریکا بود، اینا بود، این مفاهیم رو تو دلش هست. بچه ترکیه هم خوب دارن دیدم، کتاب هایی برای بچه ترکیه هست. یعنی تو این سرفصل ها بگیم که کل دنیا راجع به صحبت میکنن و مفاهیمی هست به عنوان مفاهیم پایه‌ای حساب میشن. یعنی ذهن شما قابلیت و در فضایی رو داره که این موضوعات رو درک کنه و راجع باش ارتباط برقرار کنه، استفاده کنه ازش و برای تقویت ذهنتون خیلی خوبه.
حالا اینو که گفتم برای اینکه شما فرصت داشته باشید که بنویسید و خوب یاد بگیرید، حالا میگه که این دو مثلث A M N با مثلث A B C متشابه هست. وقتی متشابه باشه میتونم نسبتاشون رو بنویسم. A M گفتم اینا رو به ترتیب بنویسیم دیگه مشکل نمیخوره. با A B A M به روی A B برابر میشه با A N به روی A C برابر میشه با M N به روی B C. اینو بهش میگن تعمیم ثالث. به این موضوع میگن تعمیم ثالث، یعنی ثالث یه قدم اینو رفتیم جلو. به جایی که نسبت های A M به M B A M به M C باشه، یه نسبت داده جدید داده شده، بعد نسبت های اون رو تغییر کرد. A M این کوچیکه به بزرگه، این کوچیکه به این بزرگه و این کوچیکه وسطیه به این بزرگه. این میشه تعمیم ثالث. روش های به دست آوردن این که ما بفهمیم چه زمانی دو تا مثلث با هم دیگه متشابه هم. خب دقت بکنید بچه ها، این رو لحاظ بکنید که ما الان میخواییم اگه اینو نوشتید تمرین ثالث هم بهتون گفتم، بریم سراغ این که بفهمیم که چه زمانی دو تا مثلث ما از کجا بفهمیم با هم یه متشابه. تلویحاً توی نوشتن اشاره کردم، اما حالا میخواییم که به صورت هندسه و ریاضیاتی و فرمولاسیون در واقع این رو ببریم جلو. سه تا حالت داره بچه ها، مثل حالت های همنشی سه تا حالت داره. حالت های تشابه بس سرفصلمون اینه، حالت های تشابه دو مثلث. اگر بچه های پایینی باشیم برای جلسه بعد اثبات قضیه ثالث رو با هم دیگه انجام میدیم. حالت های تشابه دو تا مثلث. حالت اول، حالت اول میگه که معروف ترین حالت در اکثر سوالات از این حالت استفاده میشه. بسیاری از مسائل همین حالت رو میاد مطرح میکنه. اینه که میگه هرگاه دو زاویه از مثلث اول با دو زاویه از مثلث دوم برابر باشند، آن دو مثلث متشابهند. آن دو مثلث در واقع اگر یه مثلث کوچیک داشته باشیم، مثلا کوچیکتر A B C، وای مثلث بزرگتر A پریم B پریم C پریم که گفته باشیم تو صورت فرض مسئله A با A پریم برابر زاویه‌اش، B با B پریم برابر زاویه‌اش، می‌نویسیم به حالت دو زاویه Z Z مثلث A B C متشابه با مثلث A پریم B پریم C پریم. پس هرگاه دو زاویه از مثلث اول با دو زاویه از مثلث دوم برابر باشه، برابر بچه ها برابر باشن، آن دو مثلث متشابه هم. دقت بفرمایید.
حالت دوم معروف ترین حالت بچه‌ها همین حالته، دو زاویه تو خیلی از مثلا کجا همین بالا، همین بالا یا کنید بچه‌ها این زاویه با این زاویه برابره. چرا آقا؟ خطوط موازی مبرم MN با BC موازیه، AB مبرمه، پس این زاویه با این زاویه برابره. این زاویه تو جفتشون مشترکه، بنابراین زاویه A از مثلث اول با زاویه A از مثلث دوم برابره، چون جفت تو جفتشون مشترکه. زاویه M از مثلث کوچیکه با زاویه B برابره، ثابت به خاطر خطوط موازی معرف کردن. پس این دو تا مثلث در حالت زلزله نوشتن این دو تا مثلث. بنابراین میشه نسبت تشابهشون رو نوشت، مرحله اول، مرحله دوم، مرحله سوم که تعمیر تالوس به شما میده. اینجا از همین حالت اول استفاده کردیم، بریم سراغ حالت دوم. حالت دوم میگه که هرگاه دو ضلع از مثلث اول با دو ضلع از مثلث دوم دارای یک نسبت برابر باشند و زوایای بین آن دو ضلع از مثلث اول با مثلث دوم برابر باشند، آن دو مثلث به حالت یه خط هم توش نیشتم زاد زادی که نسبتی هم نداره به مفاد اینجوری بهترش هم میتونی بکنیم. اون خط این نسبت بچه ها با هم متشابه هم. میشه یه مثال بزنیم؟ خب مثالش باز شامل کنیم. مثلث اول ABC اینو داده دو، اینو داده شیش، این زاویه هم گفته با این زاویه مثلث دومیه نکنید. ضلع AB به ضلع A'B میشه چی؟ چهار به روی دو، دو به روی چهار میشه یک دوم، برابر با ضلع AC به روی A'B. اینم میشه یک دوم. پس نسبت دو تا ضلع الان معلومه برابره. حالا دو تا زاویه بین این دو تا ضلع، دو تا زاویه بین این دو تا ضلع یعنی A با A' هم زاویهشون برابره، اون وقت به حالت دو تا ضلع نسبت دو تا ضلع و زاویه بینشون این دو تا مثلث با هم دیگه متشابه هم میشه نوشت. در نتیجه ABC متشابه است با A'B.
کسی هست که متوجه نشده باشه؟ آیا کجا شو الان از سوال داری علی اصغر؟ هدایتی فهمید، امیر رستم فهمید. بله وقت میدم بنویسیم. بله 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 حتما. بیاین الان وقت دارین که از این حالت دوم بنویسید. بعد اگه کسی حالت خواهیم حالت اول رو نوشتین، حالت اول رو نوشتین بچه ها، از کسی از جایی قبلتر تا حالت هم ممکنه ننوشته باشه، نرسیده باشه بنویسه، این از بالاتر بهتون بنویسه. از هر جایی که نتونین نرسیدین. بله تکلیف فقط تمرینه. بله از الان میخوام که بذارم روی این حالت دومی که گفتم، حالت اول کسی هست ننوشته باشه یا حالت تالسو؟ خب پس بریم حالت دوم. خب حالت دوم، این حالت دوم بنویسید تا تمدیدونم صفحه کنم پنجاه و هشت کتاب بود دیگه، صفحه پنجاه و هفت همین شروع میشه و پنجاه و هشت. بسیار بندی آسون. خب بریم سراغ آخرین حالت. پنجاه هفت پنجاه هشت آره پنجاه هفت و پنجاه هشت. خب بریم سراغ آخرین حالت. حالت آخر شبیه حالت سزه در همهشتیه. حالت آخر اینه که هرگاه سزه هرگاه نسبت سزه از مثلث اول به ترتیب با سزه از مثلث دو
دوم برابر باشن. یعنی یه کاملا واضح شده باشه. اینجا نما کنیم بچه ها A B C آفرین دفرین سفرین. مثلا اینجا رو داده باشه دو، اینجا رو داده باشه یک، اینجا رو داده باشه چهار، اینجا رو داده باشه دو، اینجا رو داده باشه شیش، اینجا رو داده باشه سه. خب شما میخواید نسبت به نسبت بنویسید. بنویسید آب ب آفرین دفرین میشه دو یکم همون دوه. آسه به آفرین سفرین مساویه با چهار به روی دو، همون نسبتش رو میشه دو. به سه به روی بفرین سفرین میشه شیش به روی سه میشه دو. نسبت اینا رو شما میبینید با هم دیگه برابر هم هست نسبت. پس به حالت زاد ولی نسبت هاشون به حالت این حالت دو مثلث آ به سه متشابه مثلث آفرین به این سه. بچه ها معمولا این و این حالت تو آزمون ها نمیاد. چرا؟ خب چون ما معمولا اصلا نسبت تشابه رو یاد میگیریم که بتونیم تو سوال ها نسبت ها رو پیدا بکنیم. وقتی خود نسبت رو داده باشه دیگه خیلی برای ما مهم نیست که حالا این دو مثلث فقط بفهمیم متشابه هستن یا نه. خب متشابه هستن. تو حل مسئله تو کنکور توی سوالات مثلا آزمون های مختلف حالا چه المپیاد چه آزمون های درسی چه کتاب ها چه سوال هایی که شما الان میخواید حل کنید توی تمرین ها چه سوال هایی که توی منطق قرار داده باشید حالت سومی خیلی کم رنگه. یعنی مثلا دیگه باید خیلی ساده لوحانه باشه بخواد این حالت رو بده. چرا؟ چون به شما داره میگه عملا که آقا این دو مثلث نسبتشون عربشون چه حالتی با هم دارن. به همین ترتیب این اولویتش اصلا یه کمتر حالت سوم. بعد حالت دوم چون باز بالاخره شما دو تا عدد رو دارین نسبت به فقط حالت فقط اون زل سومه میمونه تو بحث که شاید بیاد. و حالت اول که مهمتر از همه است هیچی از نسبت‌های دو تا مثلث در واقع نداده. زلهاشون رو هیچ کدوم راجبش صحبت نکرده. پس حالت دو تا زاویه زلزلی که مطرح کردیم حالتیه که شما بیشتر به کار میره. چون دیگه اونجا ما با هیچ کدوم از ازلا اصلا نسبتشون رو نداریم. طرف نیستیم. باید تازه به دست بیاریم. کارم اونجا اصلا سخت‌تره. پس معمولا تو آزمونا، تو سوالات، تو کنکور، تو هر جایی که شما باشین دست میذارن اون حالت. چون دو تا زاویه رو فقط به شما داده. و اینم از حالت سوم بنویسیم. دیگه برای جلسه امروز بس. من تقریبا به شما پایه دهم فصل دوم رو یه بخش اعظمش رو بهتون گفتم. حالا دیگه بریم تو سراغ سوالات که شاید از جلسه بعد سوال بیشتر می‌کنیم که شما با سوال هم آشنا بشید و اونجا توی پایه دهم که وقت تشابهی آشنا شدید اگر الان خوب یاد گرفته باشید در واقع اونجا میشه براتون دوره. اونجا دیگه براتون میشه این آپوندن. اونجا یه تالس دارید، یه تناسب و نسبت دارید که نسبت تناسب باید تو سوالای قبل یه مقدار درک کرده باشید. به خصوص حالا تو پایه فکر کنم 56 اون بوده که نسبت تناسب باید فهمیده باشید. اگر متوجه نشدید بعد جلسه بعد سعی می‌کنم که این مقدار بازشون کنم. ترکیب در مخرج، ترکیب در صورت، تفصیل در مخرج، تفصیل در صورت، اینا رو یه مقدار براتون باز میکنم. غیر از این مبحث بعدی تالسه و روابط طولی در مثلث قائم الزاویه. این رو هم فکر کنم به بچه‌های المپیادی گفتم یا به بچه‌ها سر کلاس گفتم نمیدونم، یه اشاره یادمه که توی کلاسی کردم. ولی روابط طولی در مثلث قائم الزاویه رو هم اگر که پایه بودیم جلسه بعد بهتون میگم. یادآوری بهم بکنیم دوتا رو، یک اثبات تالس، دو در واقع روابط طولی در مثلث قائم الزاویه. اگه این دوتا رو یادآوری بهم کنیم یعنی پایه این که من براتون
این دوتا رو هم مطرح کنم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین.